من نمیبینم خب. قرمز اون هست، اون قرمزش خورده یه قرمزی هست چون میدونید که من یه قرمز چپ هست نزدیک سرت همونه درسته خدا رو شکر همین همونه بعد اون قرمز گرد نیست یه قرمز بله بله مربع سلام 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 اولی کردم عزیز. آره من سلام اولی کردم. خیلی ها با این سلام من مشکل دارن همه جا، اصلا کلا دوست ندارن این نوع سلام، چون این خانومه اینطوری سلام میکرد تو اینستاگرام قبلا، بعد تولد تبریک میگفت الان که تولد تبریک بگو زیاد شدن و یه دونه کوروش بزرگش تولدش تبریک گفته. من جویا شدم مثل اینکه همش از خودشون بوده، یعنی کسی متنی بهشون با ما بودن نمیدونم فکر کنم داده ای بهشون میده. نه ب... نه داده فقط مثلا جمله اول بوده، بقیهشو خودشون اضافه. ولی خیلی مسلطن ایشون و اینا خودشون گفتن یکی یوتیوب و اینا اینا رو خودشون مثلا اینکه اضافه کردن. خیلی خنده دار بود. من اول اپیزود میخواستم از دو نفر تشکر بکنم اینجا نگو زندگیمو راحت تر کردم. من هر هفته هم دارم میگم یکیشون فرهاده. فرهاد یه سری کارا رو ببین، یه سری کارا رو انجام داده و یه سری چیزایی تو این دو سال گذشته تجربه پیدا کرده که واقعا مسیر من همواره. من بهش میگم مثلا روزشم در مورد چه میدونم مثلا فلان وکیل میخواستم، گفتم یه وکیل میخوام، گفت یکی میشستم ما داریم خودمون باش کار میکنیم مثلا درساشو پس داده. و قبلا مثلا بهش میگفتم میخوام برم موتورمو رپ کنم، اکسل شیت میفرستاد میگفتش که اینا مثلا اینطوری، اینا بر اساس قیمت سورت کردم، اونا رو بر اساس کیفیت سورت کردم. اینا آن دی فلای جنریت میکنی یا از قبل آماده شده؟ نه از همون دیگه نیازهای ما رو از قبل دیده بعد گفته مثلا کارو اینا ای آی برها جلوتر از ما تو زمان خودش نیازهای ماها رو قبلا احساس کرده و رفته دنبالش حلش کرده. من اگه نیاز داره احساس کنم مثلا حلش نمیکنم، ایشون ولی حلش کرده برام. فکر کنم توی اروپا زندگی میکنه. نمیدونم احتمالا تو اروپا به دنیا اومده. یه آمریکایی میگفت اروپا که از ما 9 ساعت جلوتره چرا آینده رو به ما نمیگه. خیلی حس میکنم فرهاد هم خیلی دقیقه 9 ساعت آینده رو میدونه. ولی آره مثلا اونه که ایران ها 11 ساعت و نیم از ما جلوترن. خب موقع سال تحویل اتفاق میفته، سال تحویل میلادی البته اونا جلوتر. جلوت بله. آره دیگه. بعد من هر زنگ میزنم باشه. من هر روز به اونم زنگ میزنم میگم چه خبر؟ چی شد تو؟ تو استرالیا اونا دیگه خیلی جلو. 18 ساعت. دقیقاً نمیدونم ولی اونا الان اولین تایم زون ژاپن بعد استرالیا آخرین تایم زون هم ونکوور دیگه، یعنی اونا خیلی از ما جلوتر. یکی بعد ما نیست. نه دیگه. آلاسکا؟ آلاسکا نمیشه اون بالا؟ نه دیگه بعد نه دیگه بالا نیست. به غرب باید باشه دیگه. اگه غرب ما باشه. غرب ما که هوایی چی؟ فکر نمی‌کنم تو تایم زون دیگه. شاید هم توی تایم زون دیگه است. من هیچ چیزیو گردن نمیگیرم. من یاد گرفتم دیگه گردن نگیرم. گردن گیرم خراب شده. یکیش فرهاد بود. خلاصه تشکر می‌کنم. مثلا هر کاری که من می‌خوام الان اول زمین می‌زنم فرهاد میگه که آره من فلان کسو می‌شناسم. کلا هممون اینجوریه. من حالا یه چیز جدی بگم. تو خیلی کار زیاده. سافت‌کار لازم داشتم فقط چون سافت‌کار به من گفت. یه شخص دیگه داریم. یکی از بچه‌ها ماشینش. من تشکر دومم بکنم. دومیش هم میلاده. میلادم واقعا زندگی من راحت کرد. یعنی اصلا به خیلی چیزا دیگه فکر نمی‌کنم دیگه. موقعی که فرهاد میلاد اومدم خیلی از ذهنم رفته بیرون. با میلاد یه شرکت بزنیم. با میلاد انشالله بزنس انشالله. شما بفرمایید. می‌خواستم بگم خب بعضی موقع میشه فرهادم گیر میکنه دیگه به سوال. نه نه من تو شما نهید گیر کردم. پرفس بله فرهادو گیر کردم. اون موقع ما یه گروهی داریم امیر که میشناسید اون دیگه. او امیر یعنی رو دست فرهاده؟ من نمیتونم قبول کنم. بعیده. نه کیفیتش به خود فرهاد بگیر. نه به کیفیت فرهاد نیست. آقا دروغه. هر کی میگه دروغه. اریا فرق داره. اریا فرق داره ولی اونم عجب آدمیه. آره خیلی باحاله. جدی میگی؟ خیلی. امیرم بهتره. امیر اگر که میتونه بیفته دنبال کار ما خیلی کار داریم که به مدت چیز بود که در مورد امیرا میگفتم مثلا امیر رفتارهایی دارن و علیا فلان دارن دیگه. نه فقط یک رفت دارن با دست چپ دنده عوض میکنن با موبایل تو دست. من این رفتاراشون رو انقدر زوم نکرده بودم رو امیرا. منم تو فضای مجاز دیدم. چه خبر رفتاتون چطور بوده؟
خوب خدا من خیلی خوشحال بودم هفته پیش. خدا رو شکر. چرا؟ چون تو گفتی که خوابت و اینا درست شده. قبلش نگفته بودی بهم. آره آره آره. از اپیزود قبل. الان دو شبه که خوابم دوره افتضاح شد. ولی اوکیه. یعنی میدونم که میدونم دلیلش چیه. پیچش دست خودته. آره خودم مینی کرم رو خودم ریختم دیگه. من میدونم اگه خوابم بگیره نخوابم دیگه میره تا سایکل بعدی ان شاء الله. دو تا سایکل داره. یکیش 10 شب هیت میکنه، یکیش 5 صبح. آها آره من اولیو میسونم میرم برای دوم ان شاء الله. آره اتوبوس. من خیلی خوشحال بودم. من افتادم به راه رفتن زیاد، یعنی یه مسیر طولانی و دیروز داشتم راه میرفتم، زنگ زدم فرهاد یه کلی راهنمایی ازش کرد. ونکوور نبودی اونجایی که زنگ؟ ببین من مثلا من دیروز فکر کنم حدود 20 کیلومتر راه رفتم. آره من همون رفتم و تا نورتمن رفتم. من دیگه رفتم، من از این ور وسفند تا اون ور نورتمند پیاده رفتم. تو خونت پیاده رفتی؟ آره دیگه. از قبل برنامه داشتی؟ نه اصلا تو برنامهش نبود. بعد دیدم حال میده. بعد یه بطری آبم گرفته بودم دستم. اولش خیلی ولرم و اینا بود. تا آخرش شد و یخ. آب یخ. کی رسیدی؟ چقدر طول کشید؟ خیلی طول کشید. فکر کنم مثلا 9 و نیم اینا رسیدم. چند ساعت راه رفتی؟ 20 کیلومتر رفت و چی 4 5 ساعتی بوده. توی دو تا پورشه رفتم، وسطش پارک رویال یه استاپ زدم. فکر کنم خونه تو پارک رویال پیاده رفتی؟ از این ور، از این ور وستران تا خونم پیاده رفتم. آها اونورم از کنار آب اومدی؟ نه رفتن شد با وسیله نقلیه اومدم، بقیه شد با پیاده رفتم. آره شد جذاب بود، همینو می‌خواستم. اصلا همه چی فرق می‌کنه موقعی که پیاده میری با موقعی که با ماشین میری، کاملا دو تا سینری مختلفه، شهر و جور دیگه. آره مثلا خیلی برام جذاب تر بود که اینجا همه قشنگی داره، من یه آدم جدید داری میشی کلا. خیلی باحاله. ببین اصلا پیاده رفتن خیلی حال میده. آره دیده تو عوض میکنه کلا. شما چه خبر؟ خیلی عالی، درگیر کار بودیم این هفته. فرزاد که خوب مشخص، فرزاد که هر روز رو من یه بام دراپ میکنه یه چیز جدید. یه بات. آره اوه در بات رو نذاشتم. آقا ما واقعیتش فرزاد داره قله های تکنولوژی رو یکی یکی. من اپیزود قبلی رو کامل یادم رفته نسبت به کانورسیشنی که اولش داشتیم امروز صبح در مورد اینکه شما نباید به تکنولوژی دست بزنی صحبت شد. آره درست. من نمیدونم چرا ولی دیروز فرزاد یهو به من گفتش که من فلان باتو طراحی کردم، فلان کارو میخوام تلگرام انجام بدم. من بهت گفتم، ما فکر کردیم بهت خیلی مستقیم گفتیم که لطفاً دست از تکنولوژی بکش. من آدمی نیستم که مشکلاتی که میاد منو وایسونه. من همیشه دنبال اینم که لیمیتشون رو وایسونه. ولی من میخواستم تشکر بکنم از افرادی که اپیزود قبلو دیدن تو همه پلتفرما. واقعا کامنت هایی که اومد خیلی خفن، خیلی حال میداد. بعد مدت ها من شروع کردم کامنت خوندن، لول انرژی و عشق و اینا خیلی به من شخصا حال داد. هی میرفتم از این پلتفرم به اون پلتفرم، میبینم همه جا چند مایی بودین. آخه ایشون احتمالاً کس باکس هم که فراد گفته بودن نه اونو نه نرفتم. یوتیوب من الان گیج و گم اون گروه تلگرام هم. آقا اونو باید به من نیوش. اون اصلا چجوری پیداش کردن؟ چجوری این سیل چجوری رفت سمت همون جوری که اون 30-40 نفر اول پیدا کرده بودن؟ دو سال 30-40 نفر بودن. چی شد که یه حسر رازی؟ یکی پیام داده پیدا نکرده، گفته من رو حساب کنید. یه چیز دیگه هم که هست، بعضی ها اینطوره که تا به حال خودکست گوش ندادن. یعنی من یه شخصی بودن داشتم مثل جار میخوندم، میگفتن که دوست دارم یاد بگیرم پادکست گوش بدم. واسه خودش خیلی شما مثلا باید از قبل تا دیگه، یعنی فکر تو اون گروه جای درستی نیست. یعنی بعد تو بازار سیاه را افتاده این وسط برای تیشرت ها. شما نبودین تیشرت ها رو اینجا آدم معامله میکردن باش. بازار سیاه یه گروه دیگه زدن پول میگیرن عضو میکنن. آره یه گروه شنیدن ایمان یه اونجا گروه... نه من اینجا نیست. چرا نه گفتن نه گفتن ما خودمون جدی پول میگیرن مسخره بازی. من نمیدونم. نه شوخیه. نه دیگه فکر نکنم. مگه اینکه بقیه درآمد داشته باشن از چیشی گفتن ایمان خود... اونجاست چیکار؟ آره مثلا یه گروه دیگه زدن خب آخه میگی زد چیزی. خب نه یعنی اسکرین شاتش هم گذاشته بودن قفل روش بود، از این گروهایی که فقط میتونی با اینویتیشن بری پرایوته. بعد سلینگ پوینتش اینه که ما هم هستیم هممون جوابگو صحبت میکنیم و اینا. خیلی عزیزم من گروه خانوادگیمونو میوت کردم.
گروه خودکست هم به زور ایمان جواب میده. گروه خودکست هم نسسریاش جواب، مثلا دیروز فرزاد که گفت احساس خطر کردم و سریع جواب دادم. 5 و 6 به بعد جواب میده، طول روز ایمان جواب نمیده. آ خیلی آره، چون داره راه میره دیگه، نمیدونی داره چیکار میکنه. نه مشغوله. آره من وقتی زمین زمش چک میکنم که داری اون کارو میکنی که من فکر میکنم، ولی همیشه جوابش منفی. چه جوری میخوای چک کنی؟ میپرسم. آها اگه جوابتو میدم اون کاری که تو فکر می‌کنی. آره دیگه همین. معمولا میپرسم ولی چون خیلی بده اگه که اون کارو میکنم جواب بدم دیگه. خیلی برای خودم بد میشه. برای همه بده. برای تو، برای ما هم بده. ساعت صمیمیت فرق داره دیگه. عجب. ایناست که بده دیگه. ایناست که بده. فرار تو چه خبر؟ تو چه کارو کردی هفته پیش؟ کار خاصی نبود. دیشب یه جلسه رفته بودیم. به سلامتی. میخواید نمون جلستتون صحبت کنین یا ترجمه نیست؟ نه میگی صحبت کن. آره آقای آرمین اومده بودن، اخوان صفا تو ای اف ام. فامیلش رو میخوام درست بگم، فن بیورن. فن بیورن یعنی وی فنه؟ نه ویه. آخه اونا رو نه فارسی مثلا فن نیسترلوی میگفتیم فن، ولی با وی دایک. فن بیورن مثلا شاید. آره نه وی آقای بیورن. فن میدل نیمشونه دیگه. بیر. آره. ایونت خیلی خوبی بود. البته کارون خیلی هرس خورد از دست بچه‌ها، چون مثل اینکه کارون عقب به همه ندا داده بود که نباید این ایونت. آقا گفتن ایونت چی ندا داده بود؟ چی نباید زود بریم؟ آره ایونت زده بودن 7 و 11. خب بعد بچه ها عجیب چه ساعت. آره بعد زده بودن 6 در باز میشه تو توی مایا. بعد آره گفتن 6 باز میشه. بچه ها گفتن خب دیر میریم، 7 میریم اونجا. بعد بانجان بابا وقتی آدم خفن میاد امکان نداره این از اول بیاد. دو ساعت لاین اپ داشت دیگه، آدمای دیگه هم زدن. نمیدونیم دیگه، ننوشته بود. ننوشته بود. آره دیگه. اوه شما نمیدونستین که اوپنر داره میاد. من گفتم 100% اوپنر داره. آره من بعد میتونستید پیدا کنید. بعد من گفتم اول آخه ما هم نمیدونستیم تا 11 یا تا 10. من گفتم اگه تا 10 باشه این بهترین حالت 8 میاد، یعنی خیلی به ما حال بده 8 میاد. که ایونت تا 11 بود و این 9 اومد. آره بعد ما از 7 اونجا بودیم. اوه شت. بعد تو این سن انقدر سر پا بخوای وایسی، فشار زیاد بود. بعد آخه ببین کسایی که اومده بودن روی یه سن. نه ببین اونا روی یه سطح انرژی دیگه بودن که ما نبودیم، یعنی با عینک آفتابی بودن اکثریت توی سالن تاریک دیگه. ببین من فکر کنم اینا عینک واسه سلامت چشم زده بودن. آره نه نه به خاطر اون لیزر اینا داشت. آره صدا در کردی بود تو توی ارتفاعی بودی که احتمالاً لیزرها رو نمیدی، یه ارتفاع پایین‌تر یه ذره لیزر می‌زدن. تو بالای لیزرها بودی. نه آقا از پشت دروازه. آره یه اونا یه انرژی دیگه‌ای داشتن، یعنی به یه منبع انرژی دیگه‌ای وصل بودن که ما نبودیم. بعد دیگه خسته کننده میشه دیگه وقتی ما از 7 رفتی. آره آره. ولی من نبودم جز، یعنی من اگه میدونستم کارو اینو گفته بود بعد 100 بار تاکید کردم. ببخشید. آره مثلا یکی از دلایلی که ما مجبور شدیم زود بریم خود آقا بودن. تو دیروز منو فهمیدی. چرا هیچ کس منو حرف من گوش نمیده؟ تو دیروز متوجه شدی که اینطوریه. ما رفتیم خود امید که یه ذره بدنمون رو گرم کنیم برای کنسرت آماده بشیم. فرهاد گفت نمیاد. خوبه امید؟ امید خوب. امید سلام. سلام سلام. آره بعد فرهاد رفته بود بست نشسته بود دم سالن کنسرت. آره با من صحبت میکردی. آره بعد واسه این که ما فرهاد رو ناراحت نکنیم مجبور شدیم زود بریم، یعنی ما خیلی هم گرم نتونستیم. آره یعنی استرچ کافی نکرد در حالتی که پس من فکر نمیکردم اصلا ربطی به نداشته، کاملا سر من بوده. من اگه میدونستم خب بیشتر با فرهاد صحبت می‌کردم. یه تور تور رو دروسی بودم. آره. گفتم الان این کنسرت شروع میشه و بره، وگرنه من کلی ازش کدوم کنسرت هفته شب ایده گرفتم. ابی هفت شد نه اونم دیگه ولی خیلی ایونت خوبی بود و طبق معمول حالا من به عنوان یه ایرانی یک گوشه حسرتی هم بود که میخوردم که کجا شد؟ که تو میدون آزادی نیست این کنسرت؟ نه اونش نه اصلا. با ایونت خب آدم های مختلف بودن، مواده مختلف و خیلی اصلا داستان های یه هر اصلا. آره عجیب غریب بس سر مواده باید شد ششای مختلف اصلا همه آدمی میدیدی همه آدم. بعد خیلی حالا به نسبت منظم بود ایونت، یعنی پلیس بود. چند نفر بودن تقریبا؟ نمیدونم لوکیشنش کجا بود. چقدر راحت 1000 تا رو بابا بی خیال. لوکیشن من بعدم بگم 50-60 هزار تا، ولی نه لوکیشنش ولی من با استادیوم آزادی میتونم مقایسه کنم. اوه اونجا فکر کنم یه 14-15 تایی هزار تایی بوده.
ولی آخه سالون من فکر کنم نه 60,000 تا فکر نکنم بوده. دارم سعی می‌کنم پیدا کنم. آخه همه سر پا وایسادن و چسبیده به هم. نه آره بودم در اون مجالس. رو تیرکام نشسته بودن. خب حالا حساسیت آره. کجا بود؟ خب خیلی ببین منظم برگزار شد. پلیس بود، ایستگاه کمک اولیه بود. آره. مثلا اونجا دیدیم چند نفر مثلا حالش آخه واقعا باید باشه، یعنی تو همه ایونت‌ها هست. آره هست، همه چی هست، ولی خب وقتی خودت میری تجربه می‌کنی می‌بینی که مثلا از نزدیک واسه یکی حالش بد میشه، مثلا چقدر بهش مثلا توجه میکنم، مراقبت میکنم، مثلا پدرن کردم این لینک ایمیدیت میگن آقا برید شما حال بکنید، ما اینجا تیکرش میکنیم، حواسمون بشه هست. درست. بعد مثلا دعوا اینا من ندیدم، چون برای چی دعوا بشه؟ خب کنسرت ایرانی اصلا. آره آره داشتم آره. من کنسرت من خاطره برای تو با تو بودی پتکاری شد. من فقط این سال پیش هیچ کس اومدم که هیچ کس داشتن میکشیدن، خودش رو داشتن میکشیدن. آره یه دوستی بود آقا این دیدیم ما جلوی استیج بودیم، بعد دیدیم اصلا این آرتیست ها میگن دستشینو میگیرن دست یکی کشید این دست رو گیرد یکی کشیده شاهین، اون کسی هم که کشیده شاهین ببین خیلی وزنش زیاد کرد، یعنی خودش وزنه بود، یعنی انکر کرد کشیدش پایین تقریبا هیچ کسو مثل پروانه. آره هیچ کس، فقط اگه پا بر جا نبود میومد پایین واقعا. هیچ کس همون شب صداش گرفته بود. آره مثل من، من نمیدونم چرا صدام گرفته، از صبح که بلند شدم میبینم که صدام یه خشی داره در ابریشم عادت هست. میدونی که اون کنسرت من با آیدی فیک اومدم، نباید بگم الان روی آندرج بودی؟ آره آندرج بودم و برای کنسرت هیچ گری ما خب چیکار کنی؟ تو کلاب گرفته بودم پدر رپ فارس بودم بعد آره گواهنامه این تنها باری بوده که از آیدی فیک استفاده کردی؟ دیگه این نپرس ازش. نه میخوام بدونم، نه میخوام بدونم واقعا فقط یه هیچی هست رو که اگه بوده خیلی بده. نه گرفتم بعدش یکی دو بار استفاده شد استارتش خورد یه جا گرفتنم دیگه. اوه جدی. آره. اوه دست بعد. آره. من نداشتم، من آیدی فیکی شاخ نداشتم، ولی خیلی از دوستام یعنی خیلی مود بود توی های یه پروسه‌ای بود. آره. مثلا یه باجت $250 برای میذاشتی یکی برات تولید میکرد از هوایی. نه من الان لوکالش برای من $80 دارم، دیگه نیازی ندارم به شاید برای همین گرفتم. چقدر جان؟ $80. آشان خودتون پرینت کرده بودی؟ کارت بستیج برده بوده کارت کتاب خونه لامینتش. آقا speaking of کتاب خونه، من یه چیزی دیدم توی این پیاده روی های روزانه، یه چیز باحال دیدم خیلی حال نه. توی بعضی از محله ها خونه ها نمیدونم دیدین یا نه، جلوشون یه کتاب خونه گذاشتن چوبیه، یه کتاب خونه چوبی کوچیک میذارن، بعد زیرش نوشته take a book leave a book. داشتم با سپر را میرفتم چند روز پیش، یکی از این کتاب خونه ها رو دیدم و اینا یه حرفی زد جالب بود. سپر بعضی موقع یه حرفایی میزنه جالبه، میدونی همیشه حرفاش جالب نیست، ولی بعضی موقع نه. من به همیشه به سپر میگم تو زمان خودت فهمیده نمیشی. نه این اینطوری بهش نگی، اروپایی اونم چند سال جلوتر. حرفی که زد با آلو گفتش که این یارو صاحب این خونه، این یه روش کامیونیکیشن با اطرافیانش، تو نسبت به بوکایی که برات میذارن و بوکایی که برمیدارن میتونی یه آندرستندینگی پیدا بکنی از آدمایی که اینجا رفت آمد میکنن که تو چه شرایط ذهنی هستن. خیلی ما معمولاً اون آندرستندینگو بر اساس سال تولد، ماه تولد متوجه میشیم، ماه تولدم ده و کفشی که میپوشن. و خیلی برام باحال بود که این اصلا من یه چیز دیگه میدیدم این و سپه کلن یه چیز دیگه دید. سپه رو ما چرا سواد سپهش کی بیاریم؟ واقعا باید بیاریم جان، کی بیاریمش تو برنامه گفته بودن یه سری ها خیلی ها میگن تو خود شهر ونکوور هم زیاد من دیدم خیلی. از این توی داونتاون من تا الان ندیدم، من همش توی نیبرهودای نورث. آخه باید خونه باشه که در داشته باشه دیگه. تو همش چرا داونتاون اتفاقا تو همیلتون یه تو من یه دونه دیدم تو همیلتون میشه اونجا. آره من فقط تو نورتفند دیده بودم، ولی آره یه خونه است و این کتاب خونه کاملا متفاوته، یعنی کنار صندوق پستشه. آره آره. تو اصلا نیاز نداره که با خونه اینتراکت بکنی. آره جالب. من میخواستم برای همین ویدیو یوتیوب هم میخواستم کتابه رو بذارم توی یکی از این کتاب خونه ها که برن بردارن یکی دیگه برن بعد گفتم ملت میرن اونجا شاید داستان دم خونه یاروش صد نفر آدم میره.
آره ولی خیلی باحال بود. این چیزای فرهنگیشون رو دوست دارم که یه سری کارهایی میکنن که خیلی رو به جلوه. مثلا فکرشو نمیکنی که یارو یه وقتی بذاره بره یه هزینه بکنه برای چیزی که بر خودش تقریبا هیچ سودی نداره دیگه، فقط سود معنوی داره بیشتر. آره. تا سود مادی، یعنی تو هزینه‌ای که میذاری و اون چرا هزینه یه دونه باکسر و مینتین داشتم این چه بارونی داره میاد. آره. همش میپوسه، بعد اینو مثلا درست امینی بعد اون شیشه رو بعد تمیز کنی، شیشه تمیز خیلی خوب مینتینش میکنن. یعنی من هر کدومش رو دیدم واقعا یه چیزیه که طرف واقعا با عشق هر روز داره، فکر کنم اینو میرسه بهش. یک ماه دیگه یه دونه از اینا رو ما زده پایین بیلدینگ تو تراسم. حالا بیا در هست دینم ادا کردم. آره دیگه من زدم با یه سبد میفرستم پایین. لیو بوک تیک بوک. آره یه همکاری داشتم توی اون تیم قبلی که بودم، خب سنش زیاده، مثلا فکر کنم 70 سالی داره. بله. بعد این همیشه میگفت که من عاشق داستان خوبم. مثلا میگفت همیشه دوست دارم استوری خوب داشته باشم، استوری خوب بسازم. بعد کارهایی که میکردم تو همین راستا بود. مثلا چه میدونم، مثلا میرفت لب آب بشینه یه کاری میکرد که یکیو ببینه، یه حرفی زده بشه، اینا یه استوری توش در دوباره. آره همیشه دوباره استوری با کیفیت بود. اینم به نظرم شبیه اون کاری که مثلا اون صاحب خونه کلن این کار را میندازه، یه استوری. آره. میشه دیگه. آره چهار تا رو میبینه وقتی میان کتاب برمیدارن، خیلی جالبه. نه واقعا هیچی ارزش بالاتر از گود استوری نیست اصلا. میدونی خیلی کم ما بهش میپردازیم کلن، مخصوصا توی حالا فیلم ها و اینا. الان تازه بیشتر دارم میبینم که واقعا داستانه چیه، یعنی یارو داره چی رو سعی میکنه به تو بگه. این فهمیدن این استوری خیلی مهمه. و اینکه بتونی تو هم استوری بگی. اصلا کلن تو طول روز هم میگن توی کارهای بیزنسی تون هم اگر که بتونی یه استوری پشت اون سرویسی که داری میدی بذاری، خیلی میتونه تغییر بده برداشت آدمای مختلف که میخوان از سرویس استفاده بکنن. استوری همیشه underrated بوده. چه خبر دیگه کارون، تو چطوری؟ تو چی کار کردی؟ من جیم رفتی میدونم. آره یه جور عجیبی من بگو. یکی پرسیده بود کارون جیم میره، میگفتم تنها کسی که جیم میره کارونه. جیم برومون کاره. نه من بعد عمل 3 هفته بعد عمل اول تو ترکن الان. آره بلد. روی چیز بودم، روی ناپروکسن بودم. بعد ناپروکسن خوبیش اینه که تمام التهاب های بدن رو میخوابونه. بعد کلا من هیچ دردی حس نمی‌کردم، یعنی دردی که قدیم داشتم مثلا آرنج هم مشکل داشت و اینا همش رفته بود. بعد اون 3 هفته که تمام شد شروع کردم فیزیو رفتن که مثلا این پا رو برگردونیم به شرایط عادی و اینا. کمر من شروع کرد درد گرفتن. بعد این درد زیاد شد به یه جایی رسید مثلا من 2 دقیقه بیشتر سر پا نمیتونستم وایسم. راه رفتم که ایمان میگه مثلا دوست داره چند ساعت راه بره، مثلا شاید یه رو بیشتر دیگه نمیتونستم، کلافه میکرد. یه دردی بود که یه درد خیلی تیزی بود. چون پارکینگ دادی؟ وای نه دهنت سه بگو تو ما که تو شدیم. منم نه نمیکنم شم بسوبه ادامه بدید. بعد آره بعد مرتبم حالا فیزیو و کایرو اینا میرفتیم، اینا نمیفهمیدن چیه. به یه جایی مثلا عجیب غریبی ما شک کرده بودیم و اینا. بعد اتفاقی میخواستم بگم شاید به درد چند نفر بخوره، اگه درد پایین کمری دارید که خیلی دقیقا پایین کمر رو بگو کجاست، چون که از پشت، چون سر زانو هم پایین کمره. نه ببین دنبالچه تیلبون یه ذره بالای اون سمت راست و چپش، کلا اون ناحیه رو مثلا بگیریم لوئر بک. این دردی که من داشتم یه درد خیلی تیزی بود، انگار مثلا اعصاب که هست روش چاقو گذاشتن. سر پا وای میتونم یا خم میشدم اینا، خیلی درد داشت. بعد حالا قبلا هم من بعد از مصدومیت اصلی که با ایمان رفتیم اومدیم بریم بیمارستان، ولی پشیمون شدیم رفتیم اومدیم بریم بیمارستان ولی رفتیم خرچنگ خوردیم. آره اومدیم بریم بیمارستان، اونجا انقدر شلوغ بود و آدمایی که بودن خیلی حالشون از ما بدتر بود، ما بی خیال شدیم. اتفاقا ما میریکل دیدیم. ما آره. کلی معجزه دیدیم. ما به تونی اومدن بچه رو جلو چشمون دیدیم. جلو چشم ما یه بانوی، آره بگو، یه بانوی بودن که جلو ما وایستاده بودن و قبل از کارون رفته بودن اونجا. آره. و خانم کیسه آبش ترکید، اون وسط ترکید ما دیدیم
هیچ شو بعد تازه بردنش تو این صحنه که دیدیم به ایمان گفتیم پاشو بریم اینجا جا ما نیست. آره بعد تو بعد قطعت کنم. آره بعد زنگ زدیم فرهاد، فرهاد جان یه رستوران خوب پیشنهاد کن که یه خرچنگ فروشی بود توی ونکوور. گفت آره بری چم کینگ کراب فلان بیسا رفت هولی کراب. آقا ما هولی هولی کراب. آقا ما رفتیم و جملت رو تمام کن، من داستان هولی کراب رو میگم. نه همینه، بعدش من ادامهش میدم. ها ما رفتیم رستوران، گفتیم به فرهاد زنگ زدیم چون که توضیح دادن دیگه برای هر مشکلی پیشنهاد به فرهاد زنگ زدیم. آره. به زنگ زدیم گفت آره یکی مصدوم شده، برای مصدومیت بعد چیکار کنیم؟ گفت میریم مثلا خرج. آره ما رفتیم فلان جا خیلی خوب بود و بعد کارون ازش پرسید پورشنش چطور، گفت عالی و فلان. و آقا ما رفتیم تو این رستوران، اولین کاری که کردم به ما پیشبند دادن. آقا ما اومدیم غذا بخوریم، نه این ظرف بشیم، ببند. گفت ببند. رفتیم جلوتر دستکش دادن، گفت آقا بلمون کن. خلاصه ما رو نشوندن سر میز با پیشبند و دستکش. یو یه زنه اومد، ببخشید واقعا معذرت میخوام کسایی که میبینن و میشنن، یه نوع تاپالی زیریخ رو میز و بخورید دیگه. ما شروع کردیم از لای اینا شروع کردیم به خوردن و پیدا کردن تیک گوشت. آره به مثلا چرا 5 کیلو جرم گذاشت جلوی ما؟ ما 300 گرم شاید گوشت خرچنگ از توی در آوردیم با زحمت زیاد. مکای بدی میزدم اصلا، بد بو میداد و یه آبی جاری شده بود که معمولا آدم دوست نداره. کینگ کراب خوب گوشت باید داشته باشه. آقا اصلا ببین تعریف ما عملاً نبودیم، تعریف من و کارون از گوشت واسه فکرام تعریف شما خیلی متفاوته. احتمالش هست این وقت یه دوتا اولویه ای که همون میدونه احتمالش از آیتم اشتباه اردر داده باشید. نه آره. ما همه رو بعد آره ما کوین کراب گرفته بودیم، ما فوش زیاد دادیم به فرهاد. من اون شب چیز شدم دیگه، بیهوش شدم. اون شب دیگه بعدش نمیدونم به خاطر خرچنگ بود یا به خاطر مسئولیت. اش دیگه کارون درد زیاد و لنگیدن زیاد و فلان و بیسار و اینا. آقا من کارون رو گذاشتم خونه و خودم رفتم و صبحش کارون زنگ زد گفت من دیشب تو خواب خش کردم تو دستشویی رفتم بیهوش شدم. دیگه نمیدونم تاثیر خرچنگ بود تو خواب خش کردم. آره خواب بیدار شدم من قش کردم بقش کردم اصلا خیلی عجیبه. من اون لحظه نمیدونستم که چی جوری با این اینفورمیشنی که من داده شده چی جوری با کنار بیام. آره حالا آره من از اون روز که مصدوم شدم این کمر درد هی بد و بدتر شد. بعد هی مثلا یه کایروی میرفتم این یارو میگه یخ بذار و هر کاری میکنیم جواب نمیداد خلاصه. بله ولی بعد عمل دیگه خیلی افتضاح شد، دوباره هی برو فیزیو برو کایرو جواب نمیداد. و من یه روز به صورت تصادفی فهمیدم که کاردیو خیلی جواب میده رو این. خب حالا کاردیو مثلا من نمیتونم بودو عملان با این وضعیت. رفتم دو چرخه زدم با یه ذره سرعت زیاد و اینا، بعد اومدم پایین دیدم اصلا درد ندارم، میتونم خمشم دستام بزنم زمین، اصلا نشد بود برام. پس سری بعد که رفتم نه قشنگه میتونی خمشی دست بزنی زمین. آره خب بعد سری بعد که رفتم پیششون گفتم آره اینجوری اینا، بعد گفت آره مثلا منطقیه بخاطر اینکه بعد عمل نمیدونم خیلی نمیدونم فشار خون بالا نمیره و همه چی سفت و اینا، این باعث میشه یه ذره شل شو از این داستانا. اما من بالاخره پیدا کردم باید چی کار کنی برای این مدل درد. این نمیدونم حالا شنیدید یا نه، یه وقتا یه سری حرکات هست که میخوای بزنی، یعنی مثلا فیزیوتراپی به تو میگه تاک یور تیل بون. بله خب هیچ وقت نمیتونم این کار رو انجام بدم. الان بهت میگم الان برای تاکش میکنم. نه نمیتونم بهت میگم چی کار کنی که تاک کنی، ولی میگم چه تأثیری داشت. اینو مثلا میگو بعد حالا مثلا ورزش شکم اگه بکنید، اگه تیل بونتون رو تاک نکنید فشار خیلی زیاد به لور بکتون میاد به فنا میرید. تاک یعنی که بریم تو تاک، یعنی این که ببینید نمیدونم چه جوری باید کمرتو بعد بذارید تو نیوترال پوزیشن. آفرین نوکرتا. ببین پاشو یه زیر سینه برامون بزن بچه‌ها ببینن. نه ببین داستان همینی که ایمان میگه، بدن به صورت دیفالت دوست داره که ستون فقرات رو به صورت عمودی در عمودی که یعنی که توی حالتی در بیاره که فشار روش نیست. نیوترالی که ایمان میگه یعنی از یه طرف بیشتر بهش فشار وارد نشه. خب بعد حالا ستون فقرات رو عضلات خیلی زیادی داره نگه میداره. این بخش حالا لگن و اینا رو چون من خیلی درگیرش بودم بیشتر میدونم. شما یه سری عضله دارید به اسم هیپ فلکسر. خب بله این عضلات یه بخشی جلو. توی پای، یه بخشی توی شکمه، یه بخشی هم توی کمره. خب و حالا یکی از اینا که درست کار نکنه فشار رو میاره میذاره رو عضلات دیگه. بله شما یه جای دیگه تون مثلا خیلی اینا میگن تایت میشه، خیلی سفت میشه و دردناک میشه. درست. بعد
حالا ما تو این پروسه که داشتیم میگشتیم دنبال این که ببینیم مشکل چیه، من یه چیزی رو تازه فهمیدم، یه عضله عمیق توی شکم هست که این میتونه باعث درد لوئر بک بشه. من تا جایی که یادمه تو دنبال عضله های عمیق توی بدن بودی، یعنی از قبل اگه شما یعنی تو بیشتر آدم عمیق رو کار داری تو بیرون شه. تو همین چند دقیقه شما میبینین دیگه شما بله. یعنی همه بله میبینین این داستان آدم استرچی عمیقی هست. خب بعد یه عضله هست به اسم سواس، خب اینا که آناتومی بلدن اینو میگن سواس دیگه، PSOAS خب سواس ماسل. این خیلی جالبه، این پایین ستون فقراتتون دورشه، بعد اینجوری میاد از توی شکم میره تو لگن. بله این یکی از عضلات اصلی هیپ فلکسره. بعد واسه اینکه پیداش کنید، نافتون رو پیدا کنید ازش همه دستونا بچه ها شنونده حدود 5 الی 7 سانت بستگی به سایز بدن و مدل عضلات، 5 الی 7 سانت برید به سمت راست یا چپ. آها میگم خب برید تو نه نه تو بعدش من یه بندنگوش میشم چون نمیره راست. 5 الی 7 سانت برید حالا راست یا چپ، بیاید همه برید راست، همه اومدن راست، 2-3 سانت برید پایین. آها اینو بعد دراز کش باشید یا سرپا، بعد اینو فشار زیاد بدید. من به استخون رسیدم اشتباه رفتید نه شما بعد 5 سانت بدید 7 سانت سانت اشتباهه. خب آره بعد اینو فشار زیاد اینو اولی بار من یه دور ماساژ رفته بودم، ببین این خانم اینجوری فشار داد می‌خواستم گریه کنم. اینو محکم فشار میده، بعد حالا اونایی که خیلی حرفه‌ای میفهمن مثلا سواس تو تایت هست یا نه، بعد با فشار اینو ریلیس میکنن. یه دستگاهی هم هست میتونید بخرید، سو رایت PSORITE، اینو پتنت دارن روش، با اون میتونی سواستو ریلیس کنی. خب توی این پروسه ای که من داشتم با این درد پایین کمر سر و کله میزدم رابیت هول ایشونو ببین، آره اینو فهمیدم، یه وقتایی که اگه پایین کمرتون حس میکنید یه چیزی شما رو داره میکشه جلو، احتمالا سواست تایتی دارید، در جا اینو فشار بدید در جا ول میکنه، ولی دوباره سریع برمیگرده اگه مشکل رو درست نکنید. خب این سواسی یه بخشی از قضیه بود. بعد اینا شک کرده بودن به سیاتیک، یه سری حرکت من یاد گرفتم، نرف فلاسینگ شنیدی؟ با نرف لاس میزنی؟ نه فلاس. فلاس نرف فلاس. آره فلاس یعنی نرف سیاتیک، نرف چیز دیگه، بزرگترین عصب بدن، از پشت باسن شروع میشه میره تا پاشنه. خب پاشنه. بعد یه سری حرکت هست شما میتونی بزنی که این نرف اون تو تکون میخوره و این باعث میشه که مثلا اگه خیلی فشار روش و تحریک شده از ایریتیتده این بهتر میشه. حالا اینم باز اونایی که مشکل سیاتیک دارن برن نرف فلاسینگ انجام بدن، ولی هنوز به اصل قضیه نرسیدیم که چی اینو درست کرد. من چیز میتونم باز کنم، با دکترتون مشورت کنین و فردا نگی من اینقدر فشار دادم آپاندیسم ترکیده، تقصیر شما. آقا اینو از دست دادم، سرچ کنین، آره سرچ کنین، تو اصلا اینا رو سرچ کنین. ما آدمای مدیکالی نیستیم اصلا، اینا همش بروساینس. نه آقا من وقتی ما میگیم بروساینس دستتون آفتون هم نکنه، مخصوصا هفت سال. آها بعد رفته بودم کایرو، بعد مثلا این هی مثلا این عضله ما رو فشار میده، این ور فشار، بعد میگفتن الان کجای دست دیدم، میگفت این، بعد یه جا دیگه دست میگفتن مثلا این فلان چیز سواسته، بعد فکر کنم مریض چیزی هم با چغری هم باشه کارونا مثلا دیگه جدی این چیه بعد همین مثل اون اپیزود فرنس بود چند رو چیز یارو شلوار براش میدوخ از بچگی دستی هم بهش میزد مگه شما اینجوری نه. بعد آره هبه یارو گفت این اینه، بعد گفت تو آناتومی، گفت آناتومی چطوره، بعد پیش گفتم من آناتومی خیلی بد، من زیستم از افتضاح بود تو دربیس، گفت پس چرا انقدر این دارو میگفتم، انقدر درد داشتم این رفتم نگاه کردم و اینا. آها یادم رفت، بعد من این وسط انقدر درد داشتم رفته بودم دکتر جراح و دیدم به عنوان بعد از 3 ماه بعد عمل، این منو معرفی کرد که بیا برو مثلا پیش فلان دکتر، اینا تزریق میکنن. خب حالا چی تزریق میکنن؟ آره استروید من تزریق کردم توی جوینت کمرم. اون کار آره خب بعد خیلی باحاله، مثلا یه جوینتی هست به اسم SI جوینت، ساکرو ایلیاک جوینت. خب اینو پایین من همیشه تصویرشو دیده بودم و خونده بودم نمیدونستم چیه، بعد یاری که برای من تزریق کرد وسط یه عالمه ایکس ری گرفت ازم، بعد آخرش از من اجازه گرفتش که اینو مثلا بره به دانشجوش نشون بده، خیلی خوب تزریق کرده بودن، بعد گفتم به منم نشون بده، نشون داد، من تازه فهمیدم مثلا اون اس آی جوینت چیه، یه جوینت خیلی کم تکون میده، 5 درجه مثلا تکون میخوره هر طرف، یه بخشی از دردای لوئر بک از اس آی جوینت میاد. خب
بعد اینو قشنگ تزریق کردم، من دیدم یه ماده سیاهی اون وسط بود. بعد یه سری اعصابم هستن که به این وصلن، اونا رو هم بلاک کرد، ولی باز بعد این چیز نشد. کارت اونطوری که می‌خواستی راه نرفت. نه آره خوب نشد. شما فقط کارت مورفین راه میندازه، یعنی من احساس میکنم تو بعد کاتگوری تو عوض. آره نه دیگه، ولی من کشف کردم چی شد آخرش. ما رفتیم یه جایی نرسیدی به نه. ولی یه بخشی از قضیه سواسه. خب خیلی سواس تایتی داره، مخصوصا اگه زیاد میشینید کارتون اینجوریه. سواس تایت از این آره ببینید، سواستون رو ریلیز کنید، عشق کنید. خب بعد رفته بودیم یه جایی، اومدیم گفتن برید فوتبال دستی بازی کنیم. بعد من تو ذهنم اینجوریام که وای مثلا من الخم باشم دیگه به فنا میره کمرم. بعد رفتیم اونجا، من خم بودم، دیدم دردم رفت تو خمی. آره خیلی عجیب بود برام. نیوترال پوزیشن گذاشته بودی خودتو. آره بعدش یاد اون چیز افتادم که میگفت تاکت تیل بو، مثلا فیزیو اینا میگفتن تاکت تیل بو. بعد شروع کردم مسخره بازی، بعدش که وایساده هی میگفتم آقا تاک کنید، به بچه‌ها میگفتم تیل بو تاک کنید. بعد مثلا تونستم یک ساعت سرپا وایسم اونجوری تیل بو رو تاک کردن. آره بعد خیلی ایریتیتد بود، تحریک شده بود سمت اون پایین کمرم سمت راستش. از اون به بعد موقعی که سرپا وای میستم و راه میرم تاک میکنم. خب و این درده میره اصلا کامل از بین رفت. تا کی باید تاک کنی؟ آها بستگی به میزانی داره که ایناش دیگه برداشت خدا، ولی من اینا رو با چیزا کانفرم کردم با هم فیزیوم هم کایرو. گفتم که من اسم میکنم هر چی اینو بیشتر دارم انجام میدم این دردی کمتر میشه، کمتر نیاز دارم اینو در طول روز انجام بدم تیلمونو تاک. بعد دیگه از کایرو پرسیدم که آقا مثلا چیه، چرا تاثیر میکنه اینا برام. چیزو آورد ستون فقرات و اینا رو. ببین حالا شما میگفتش که بدنت که تراما داره یا یه مسمومیت عجیبی داری یا عمل داری، که من جفتشو داشتم، این خب بالاخره درست کار نمیکنه. بعد حالا بستگی به فرم عضلات و اینا که داری، ممکنه تیلبون شما یعنی لگن شما به سمت عقب و بالا بیاد، انگار مثلا کونتو میدی بیرون. بله. خب این عضلات گلوتس از واسه اینجوری شما رو میکشه عقب. خب بعد این باعث میشه ها نه بعد درسته، بعد این باعث میشه که فشار بیاد حالا به اعصاب، به ستون فقرات، کلا اون ناحیه چیز میشه، کلاف میشه. بعد تو تیلبونو که تاک میکنی اینجوری در واقع میدی جلو خودتو، این باعث میشه که فشار از اونجا برداشته بشه، بعدن همونجوری که ایمان گفت ستون فقرات توی حالت نیوترال بیاد. بعد اصلا دیگه زندگی من عوض شد. شنونده ها که میدونی الان تو چه حالتی هست، اینجوری خودشون. آقا سواسو ویل کنید تو رو خدا، سواسو ویل کنید. پاش بهمون یه تاک نشون بدی میشه؟ آره پاش یه تاک کن، چون نه برید خودتون سرچ کنید، چون یه ذره چیزه حالا بعد ممکنه بی اخلاقی بشه. آره ولی آره این تا کردن تلبون هم یعنی هم لوتستون رو باید صفر کنید، تلبون بیاد جلو، همه یه روزه دامون رو اخلاق و شکمتون هم باید صفر کنید بدید تو. خب این باید از عضلات شکم میگن کور قوی داشتن مهمه. کور چیز دیگه، شکم و کمر 360 درجه است. خب کورتون که قوی باشه شما بدنتون درست وای میسه، اگه بلد باشی درست استفاده کنید. بعد من به یارو مثلا داشتم میگفتم که خب هی بهت از این مدل ورزش ها میدم، من گفتم مثلا اینا تاثیری نداره، من فکرم نمی کنم مثلا مشکل ضعف عضلانی باشه که اینجوری، یه مشکل یه جای دیگه است. پا رو میگرفتی براش؟ نه. بعد طرف اینجوری کرد که آره خیلی از مثلا حالا اونا چیزه مرکزی که ورزشکار حرفه‌ای میاد، میگه اینا که میان بلد نیستن درست از کورشون استفاده کنن، مثلا شکم. میگه مثلا خیلی از دونده های ما میان میگن که ما لوئر بکمون درد میکنه، به خاطر اینکه موقع دویدن از شکمشون استفاده نمیکنن، این لگنه میاد بالا و این باعث میشه کشیدگی ایجاد بشه. اگه بتونن درست از شکم استفاده کنن که لگنشون رو استیبل کنن، صفر کنن، این باعث میشه فشار از روی اون عضلات پایین کمر برداشته بشه. خلاصه تو این چیز توی این مسیر من با نرف لاستینگ آشنا شدم برای چیز سیاتیک. آره. سواس رو چجوری ریلیس میشه کرد آشنا شدم و تاکت تیلبون TUCK تیلبون هم که TAIL بون دیگه. اینو سرچ کنید اگه کسی درد پایین کمر داره، اینا رو تست کنید شاید به شما کمک کنه. اسم اپیزود آناتومیه دیگه نه؟ آره اون چی بود اون چیزه گریز آناتومی. آره اونه، من ندیدم ولی فقط میشه خیلی مسیر. لوئیز هم همیشه میگه هر کاری که من میخوام بکنم میگه که کورتو صفر کن، کورتو صفر. خیلی تاثیر داره، میگه کورتو صفر مخصوصا یادت میره، یعنی اصلا حالت عادی مو فشار که هستی اینطوری، این که میدونی حتی موقع نشست زدم من آره خیلی تاثیر داره. تقریبا 50% ورک اوت ها رو ما داریم رو کور کار میکنیم، کور خیلی مهمه. با
با چیز میگه من بذار دیگه تو اهمیت نمیدم، فن کورتو قوی کن، کورتو قوی کنی جای دیگه هم به نفعتون میشه. آره. تو تخت پلیکسور رو اینا آره گفتش. بله عجب عجب. خب به پایان آمدی. نه گفته هفته پیش بگم یه چیزم داشت، یه کلایمکس هم داشت هفته پیش من. عالی شد. کلایمکست هم بس برای اون بگو. اصولا کلایمکس از اینجا بعد دیگه لطفا مثبت 18 گوش دارید. خب من با سپهر هفته پیش بعد مدت میخوای بگی واقعا با سپهر هماهنگ کردی که بگی؟ آها با هماهنگ کنم فکر نکنم سپهر بعدش بیاد. بفرمایید. تجربه دو نفره داشتیم، یه ماساژ کاپلی رفتیم. چی بود اون؟ جدی رفته بودید؟ آره. شوخی بود؟ نه اکشلی ونت. آخه چرا سپهر لباس داشت؟ نه لباس نداشت، حوله روش بود. من هم فکرم لباس بود. آره اگه دقت کنید زوم باید بکنید. باید زوم بکنید، اهل زوم نیست. من اون فیس هپی سپهر تو ذهنم بود که اینجوری لبخند. آره ببین خب اونایی که اونجا بودن که پوشیز اوکی؟ پوشیز اوکی؟ خب از این بالشو میذارن زیر با استایلت خنده رفته بودیم، ولی خب گرفتگی هم داشتیم، یعنی واقعا گرفتگی عضلاتو می‌خواستیم. گرفتگی شما رو اون ماساژ نمیتونه حل کنه عزیزم. شما اصلا بعد من را سپه هم بگو بخند اینا، اینا اصلا تعجب کرده بودن که اینا این موقع. بعد یک شنبه شب هم بود، دو شنبه شب بود، دو شنبه شب. آره این دو تا مثلا شب کار جزیو. بعد میخواد سی پرده بینمون بکشه، گفتم نه نه پرده نه. با همین اصلا صحبت میکردیم، حرف میزدیم، خیلی اکسپرینس خوبی بود. بیاید حتما با هم بریم. میتونم یه سوال بپرسم؟ میتونی جواب ندی؟ اگه هم نخواستی میتونیم کاتش کنیم. آره. کسی که ماساژ میدادن بانو بودن یا میکس بودن؟ بله. این آکوارد نبود بر اصلا؟ نه ما واقعا اصلا هیچ کیو ندیدیم. پوشیز اوکی؟ پوشیز اوکی. آخه شما که درسته، ولی شما دیگه کسی که سپر داشت ماساژ میداد که میدیدی دیگه، نیم نگاه رو خودت نمیدیدی، ولی اومده که میدیدی دیگه. نخه سر تو فرو میکنه تو اون سوراخه دیگه. درسته درسته. عالی شد. من اصلا نیم میخواستم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. خدا رو چقدر من گرفتگی داشتم درش کم سپر که واقعا با بانی باز شد گرفتگی ها. آره چقدر گرفتگی موند باز شدنش تو الان مونده دیگه واقعا. آره واقعا چون من صبح بیدار میشدم اینجوری ترق ترق میگرم مد دادیم دیگه، واقعا دیوونه داریم میشیم. خب صبح بیدارشید برید کاردیو بزنید. آره ناشتا. آره من صبح میرم روزایی که میتونم برم میرم چیز دوچرخه میزنم، خیلی حالی. بعد بیا دوش آب سرد بگیر ببین موفق میشی تو. تو فکر کنم شنا هم بکنی خوبه. آره عکس فکر کنم عکسش سخت دیگه تو. آره سخت نداری ولی واقعا بله. اینم تست کنین اینو آقای هیبرمن لب رو اگه گوش بدید. بله میدونید که دیگه اون ورزشکار یکی خیلی چیزام هست، استاد دانشگاه خیلی خفنه. اون دوش آب سرد و اینا رو خیلی تاکید داره، میگه صبح ولی باید بگیرید. و من این مدت که میرم چیز دوچرخه میزنم صبح، بعد میام دوش آب یخ میگیرم، واقعا طول روز حس میکنید یه انرژی داری، ولی متاسفانه کار من اینجوریه که خوراک کرخت شدن و درسته چیز دیگه کش پوتیتو. هیبرمن چیزه کازینه تام سگوراس مثل این که. حالا تو تا فردام نیم دراپ کنی اینجا زیاد فکر نمیکنم که بشناسن. یه داستان جنایی بگم بفهم اگر خودت دخیلی. بله بله. هفته پیش شنبه ما ضبط داشتیم دیاره. بله بله. این اتفاق شب شنبه افتاد. شب شنبه میشه جمعه شب. شنبه شب. شنبه شب ببخشید. همون شبی که یعنی ضبط داشتیم ما. خیلی ناراحت شدم اینو گفت. چرا؟ یعنی به این اصول پایبنده. بله. آدم کلاسیکی دارن صحبت میکنن. بعد ما همینجوری که داشتیم آماده میشدیم که بخوابیم، یهو یه صدای جیغ عجیبی از بیرون اومد، از بیرون ساختمون. یهو یکی گفت برم براتون ایسمار اومد و بعد خب محل ما یه ذره عجیبه به خاطر اینکه حالا آدم های عجیب غریبه از تو خیابونمون رد میشن اصولا و اینم دیده بودم قبلا. من فکر کردم اول اینه مثلا از این جوونایی هم که دارن جیغ میکشن پارتی بوده از این استایل یه مسیه داره. آره ولی یه جیغ بعدی بود. من اومدم دم بالکن یه نگاه انداختم، گفتم حالا یه نگاه بندازیم مثلا. یعنی یه نگاه اینجا کردی یه نگاه. چرا قوام داری کنار تخته؟ خب آره بعد دیگه دیدم هیچی نیست، قشنگ کلیر بود عین فیلم ها، همه چی ماشین و پارک. آره هیچ. بعد اومدم گفتم باش میخوابم دیگه.
ولی یه دلشوره عجیبی خیلی دلشوره عجیبی داشتم. خب بعد به زور دیگه خودم رو خوابوندم. ساعت مثلا یک اینا بود، از صدای زیاد طبقه بالا مثل که مثلا با اسب دارن کشتی باشه، مثلا یکی رو بلند کنن بزنن رو زمین. کشتی کج کسی نمیگفت این مال کیه؟ فکر کردم ولی نمونه بود. بعد حالا مال کی بود؟ بیدار شدم و اینا، خیلی میگم لحظات عجیبی بود. ها بیدار شدم دیدم ساعت یکی، الان یک صبح. یک صبح. اون جیغ چه ساعتی بود؟ جیغ مثلا نیم ساعت قبلش بود. آها او، یعنی تو نیم ساعت بعدش بعد جیغ دوباره اتفاق میگم صبح. آره من دیگه نه داشتم دیگه خوابیده بودم، یه نبودم دوباره... از صدای بالا بیدار شدم و چشمی که بیدار شد دیدم از بین این پرده هامون که در واقع تاریکش کرده بودیم داره نور پلیس میزنه زیاد. واقعا جنایی، خیلی چیز بود قرمز آبی. اصلا من بیدار شدم اینو رفتم دیدم مثلا دم خیابون ما 10 تا ماشین پلیس بود. عالی شد، 10 تا ماشین پلیس چه قرمز. ولی آره خلاصه پارتینس که دفعه قرمز بود. خلاصه ما اومدیم مثلا دیگه خواب پرید و اینا. بعد نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاده بوده، ولی همسایه بالای ما مستقیما هم یونیت بالای ما نبوده، یه یونیت این طرف اوریب. آره ولی نمیدونم چرا صدا شما قشنگ حس میکردیم بالا. آقای خانومه رو یا هول میده از بالکن پایین یا خانومه میپره، اینو نمیدونم، ولی یکی میپره یکی افتاده. آره افتاده، میفته پایین، چون پلیسه که اومده بود داشتن میگفتن خون اینجا هست و خون اونجا هست و اینا. از طبق چند؟ سه، یعنی از بالکن طبق سه یکی آره، پرت شده پایین. آره بعد من اینجوری بودم که وقتی پلیس ها رو میدن میگفتن پس آمبولانس کو، ای سوالم این بود و اینا. بعد مثلا آمبولانس خیلی ریلکس اومد، گفتم شت یکی مرده، یه آمبولانس ریلکس میاد مثلا، خیلی هم آروم رفتن. ولی بعد صبحش فهمیدم که نه، آمبولانس قبل اینکه من بیداشم اومده بوده و اون خانم رو برده بوده. پس زنده هم و زنده، خیلی گفت کریتیکال کاندیشنه. صبحش زنگ زدم به پلیس، من این اطلاعاتی که الان فهمیدم از همسایه هم فهمیدم، پلیس بهم نگفت. به پلیس گفتم دیشب اتفاق افتاد تو بیلدینگ ما، سر آدرس رو گفت مثل اون تجربه تو. گفت آره چی میخوای بدونی؟ گفتم خب چی شد، ما بیدار شدیم دیگه. این همه ما رو بیدار کرد، پول ما رو کی میده؟ آره. ما چی میتونیم از کنارش بگیریم؟ گفت خب اطلاعاتی که نمیتونم بهت بدم، ما بیدار شدیم دیگه. طلب داشته بیدارم دیگه. آره چی حالا که چی؟ گفت اطلاعاتی نمیتونم بدونی. گفتم پس چرا میپرسی چی میخوای بدونی؟ گفت نه همینقدر بدون که مثلا ریسکی نداره واسه ختم به خیر شده پابلیک و مسئله بوده که بین خودشون بوده، دامستیک وایلنس بوده، نمیدونم. خیلی سهمگین بود. آره جنایی بود واقعا. یکی پرت کرده، یکی افتاده پایین و اون جیغر اون اینو. آره این که شنیده باشی خیلی سخته دیگه. میگم من اون استرابی که توم افتاد خیلی واقعی بود. خوب شد اون استرابه باعث نشد خوابت نبره. چند وقت پیش من کل روزشو خیلی درگیر بودم، استوری بودم اینا، خونه نبودم. بعد اومدم خونه، بعد مامانم اینطوری که گفتش که دیدی آمبولانس اینا رو بیرون؟ گفتم که نه چی شده بود اینا. مثل اینکه توی ساختمان جدیدی که دارن جلوی خونه ها میسازن اینکه خودشو دار زده بود بلم کن و چند ساعتی آویزون بوده اون تا کشیدنش پایین آقا رو، و خیلی خوشحال شدم که من اون صحنه رو ندیدم. خیلی دار زده. آره دیگه خودشو آویزون کرده بود، خیلی خوشحال شد. چون میدونی که اون منطقه خیلی حادثه خیزه دیگه، یعنی آره اونجا سالی قتل رو داریم ما اونجا. ساختمون جدید رو بگو خوب. فکر کنم این براش مشکل پیش بیاد این سازنده اونجا، چون باید سکیوریتی داشته باشه و نباید کسی بتونه بره بالا. من allegedly based on information که مادر من دارن که میتونه کاملا اشتباه باشه، احساس میکنم از کارگرای اونجا باشه که این کارو کرده. ولی خب خیلی صحنه دلخراشی بوده. آره فرندلی و آره ردیت دیده بودن، بسته بودن همه جا رو و یک کار جالبی که کرده بودن، میگم این طول کشیده بوده تا بیارنش پایین. اومده بودن نور انداخته بودن پایین تو چش آدمی که کسی نبینه.
آها اومده بودن پروژکتور رو اینا بالا رو به پایین کرده بودن که کسی نتونه خب بالا. این همه زحمت وقت گذاشتن پروژکتور گذاشتن طرفو میبرن طرف یه این چیزا بوده روی این کرینه بوده مثل این که یه چیز عجیب غریبی آره این سخت بوده ریتریف کردن اون شاید صحنه جرمم نباید دست بزنن نمیدونم چی بوده ولی برای اینکه آدما نبینن خیلی همه جا نور مثلا گوشته بودن که آدم ها نتونن تأثیر نذاره اگر که یه نفر مثلا این بده خیلی آره خلاصه خیلی این مدت حادثه خیز بوده اطرافمون پس خیلی خوب ما داریم به پایان این اپیزودمون نزدیک میشیم آره ما این هفته هم اپیزود موضوع دار نداشتیم به دلیل اینکه موضوع نداشتیم اصلا شاید هفته دیگه هم نداشته باشیم نه سعی میکنم من هفته دیگه موضوع داشته باشم حالا اگه نداشتیم هم نداشتیم همه در حال میکنن دیگه نه واقعا تو کامنت ها بنویسید آیا با همین حال نمیکنید به ما بگین آره صاف بشین این هفته نداشتیم بعد تصمیم گرفتیم که بیایم همینجوری دوباره دور هم صحبت کنیم ولی سعی میکنیم در هفته های آینده یه موضوع هم وسطش بگنجونیم که آره فقط اینجوری صحبت نکرده باشیم اگر هم که دوستان هم توی صحبت کنیم میتونیم بیام هم توی صحبت کنیم یعنی با ما تعارف نشته باشین ما بگید دیگه چی حالا خب این قاعدتا برام راحت‌تره چون از قبل چیزی آماده نمی‌کنی ولی اونم دو تا کلی آماده کردم کلی فکر کردم که می‌خوام در مورد فرهنگی صحبت بکنم اینجا کلی اون کتابخونه و اینا اومدم تو جای گفتم شاید فردا علی اصغر بری کتابخونه بزنه علی اصغر همه خونش معتی بری کتابخونه بزنه بله بگو یه لحظه نتونستم نفس بکشم خیلی سخت گفتم الان میخوای قرائت بکنی اونجوری آ چیزی نمیخواست بگی نه چرا چرا این در مورد درسی مونده الان میخواد جنریت کنه فقط حالا در مورد هفتمون صحبت کردیم اینا یه چیزی که خیلی یعنی تقریبا دو ماهه که شخصا خیلی روم تاثیر گذاشته و فکر کنم همینجوری باشه برای خیلیا همین اتفاقاتی که داره میفته در میدل ایست و حالا نمیخوام وارد دیتیل و ایناشو بشم چون خودم شخصا اونقدر ادویکیشن و چیزا من بالا نبردم در مورد این تاپیک ولی به هر حال میبینم خیلی میبینم و اینا خیلی تاثیر میذاره روم مثلا چند روز پیش نتونستم دیگه یعنی اصلا حالم بد شد و اون برنامه که داشتم میدیدم و قطعش کردم رفتم مثل همیشه آشپزی کردم خیلی چیز عجیبیه دیگه من دوست داشتم حالا بدون اینکه میگم وارد حالا این ور یا اون ور بشیم این ور اون ور بحث توی لول انسانی در مورد این یه چیزی بگم که اتفاقاتی که داره میفته خیلی عجیب غریب و بده و آره تو اون لول انسانی خیلی ناعادلانه است حالا قبلا هم تو خودکست صحبت شده بود در مورد عدالت و اینا حالگیریه ببخشین یک کمی چیز کردم نه از کمکش اونجوری نمیدونم آخه نه میخوام ببینم که نمیدونستم واقعا به کجا میخوایم بریم ولی... آره نه نگفتم که بحثی و اینا بشه فقط آره. میخواستم در مورد همون خودمون داشتیم صحبت میکردیم دیگه اینا آره. ببین آره. مطمئنن چیزیه که نمیتونی انسان باشی و از این موضوع ناراحت نباشی ولی هر کسی تیک خودش روی این مسائل داره و من میدونم حالا این یه بحثیه که توی فضای مجازی خیلی در موردش صحبت میشه که آره اگر که مثلا یه نفر در مورد یه موضوعی صحبت کرده مثلا یه نفر یه پادکستی داره مجبوری که در مورد همه چیز صحبت بکنه واقعا اینطوری نیست یعنی ما مخصوصا حالا برای خودکست بکنم این صادقه که ما دوست داشتیم که همیشه این برنامه دلی خودمون باشه در موردی که دوست داریم صحبت بکنیم در موردی که دوست نداریم صحبت نکنیم شاید خیلی اتفاقا بوده توی زندگیمون که شاید تاپیک های خیلی هاتی میشدن شاید تاپیک هایی بوده که شاید به خیلی ها میتونست کمک بکنه ولی ماها اونقدر کامفورتبل نبودیم که در موردش صحبت بکنیم برای همین این حق رو برای خودمون نگه میداریم که در موردی که علاقه‌اش رو داشته باشیم صحبت بکنیم در واقع که دانشش رو داشته باشیم صحبت بکنیم و چیزایی که شاید از لحاظ منتالی ما رو اذیت بکنه دارک بکنه یا چیزایی باشه که انرژی بیشتر از اون چیزی که ماها می‌خوایم اینوست بکنیم از همون بگیره رو در موردش صحبت نکنیم و از کنارش بگذاریم ایمان خیلی قشنگ گفت این حق رو برای خودمون نگه داریم که صحبت نکنیم این موضوع مثلا
چون خیلی موضوع پیچیده ایه. آره. مثلا یه چیزی راجع به ایران باشه، خب ما معمولا اطلاعات دست اول داریم و خیلی شناخت داریم روی قضیه. روی موضوع ما که اصلا اطلاعات دست اول نداریم، هرچی داریم ما داریم از در واقع مدیا و خبرگزاری مختلف میشنویم، ولی تو سطح انسانیش خب ناراحت کننده است. چه شروعش چقدر ناراحت کننده بود که اون فستیوالو باهاشون کار کردن، چه الان ادامش که مردم عادی یعنی همه از بین میرن و دارن بیمارستان ها دارن میزنن و اینا، کلا خیلی چیزی پیچیده. امیدوارم که سطح درگیری ارتقا پیدا نکنه، یعنی به جاهای دیگه کشیده نشه که از کنترل خارج بشه. بریم هم نگاه کنیم مثلا چنم حالا جنگ جهانی دوم خیلی ساده تر از این موضوع پیش اومد، زدن ولیعهد یه کشوری رو یکی کش، بعد اون یکی اومد دفاع کنه، اون از اون ور اومد دیگه همه ریختن، شد جنگ جهانی دوم. این امیدوارم میگم کش پیدا نکنه. ببین برای خود من، بذار من اینطوری بگم، برای خود من اینطوری که من وقت هر اتفاقی که میفته، مثلا یه اتفاق خیلی پیش پا افتاده شاید این بود که من خیلی دوست داشتم ببینم نظر جوروگن در مورد اتفاقی که برای هاری چوپون افتاد چیه، برام جذاب بود. یعنی کسایی که دنبال میکنم، دوست داری به عنوان یک شنونده دوست داری نظر اون کسی که دنبالش میکنی یا میشنویش یا پادکست داره یا پلتفرمی داره رو بدونی، این خیلی نچراله. ولی در آن واحد من این در واقع اگرم که اون طرف تمون این صحبت نکنه، هر چقدرم توی فیلد کاریش من براش احترام میذارم که آقا این اصلا نمیخواد تمون این صحبت بکنه دیگه، شاید مثلا 4 سال پیش تمون این صحبت کرده، میدونی چی میگم؟ یعنی شاید قبلا، ولی همونطوری که زمان میگذره شاید آدما یه سری نیازهای دیگه دارن که تمون صحبت بکنن، یه سری علایق دیگه دارن که تمون صحبت بکنن. برای همین فکر کنم خوب توضیح دادیم و دیگه هر چی بگیم زیاده موضوع پیچیده و حساسی، یعنی اصلا به راحتی نیست ما بشه. آره دقیقاً، منم سیویل دوره هم چیزی که بود گفتی سوشال مدیا خیلی بستگی به کدوم اپلیکیشنی که باشی توش، بستگی به کدوم الگوریتمی که روت داره بابل باشی. آره. تو اون اپلیکیشن چیز میشه، ولی همین اون لول اپیزود براتون بابل هم میگه. آره لول انسانی رو چیز بود که من خودم میدیدم که دقیقا میگم اپلیکیشن عوض میکنی چیزای مختلفی میبینی، میری یوتیوب یه بعد، ولی آخرش اون فشاری که رو شخصا رو خودم هم میبینی بود که آقا مثلا اون لول، تو اون لول انسانی خیلی دردناکه و اینو میخواستم بگم. ما امروز یه ذره اپیزودم مجموعه کوتاه‌تر باشه به خاطر اینکه من اول دیر رسیدم به اپیزود و اینکه بعد از اینجا بوکه این اتاقی که هست، برای همین ما الان باید بریم و جمع کنیم اینجا رو تا با تیپا نکردن اون بیرون و دوباره این اتاق رو داشته باشیم. آره ما همینجا اپیزودمون رو فکر کنم ببندیم اگر که راضی باشی، چون 11:35 است. یه جمله می‌خوای بگی؟ یه جمله بگو. نه همین خواستم بگم سعی می‌کنیم هفته بعد با موضوع بیایم، ولی همین که این هفته یعنی نمیذاریم قطع بشه، این به نظر من تداوم بله. مثبته، نگاه مثبت بهش نگاه. آره رو به جلو دیگه، چون من حس میکنم، یعنی حس منه اصلا نباید شما همچین حسی داشته باشیم، من حس میکنم باید یه موضوعی داشته باشیم، نمیتونیم هر هفته بیایم اینجوری صحبت کنیم. ولی خب حالا این هفته نشد بخاطر یه ذره اشتباهی من احساس میکنم. آره ولی حس من مختلف من حس من اینه که وقتایی هم که یه تاپیک خاص نیست، بازم یه کانتنت با کیفیت میاد بیرون. اون دیگه الان خودمون که نباید من فرزاد الان برق بگیشه. نه من خودمو میگم وقتی که مثلا تو یه چیزی در مورد چه میدونم سواس، آره سواس میگی یا ایمان راه رفتن و اینا، برای خود من مثلا باحاله. خب آره یکی دیگه هم داره میشنوه شاید علی اصغر باید بگم، باید بگم این کیفیت اپیزود رو دوست داری یا نه. آقا من این هم بگم، تو اون گروهی که هستید خواهش میکنم، ما واقعا توانایی مادریت کردنش رو نداریم. من این خیلی صادقانه بهتون میگم، من مثلا میام میبینم 12,000 تا مسیج رفت و بدر شده، رفت و از هفته پیش قوقا شد و خیلی عجیب. من ازتون خواهش میکنم که بحثا رو سالم دوستانه تا جایی محفر. که میشه خودکست محوری کرد، دنبال دکمش که نه ولی دنبال اون کلمش بودم، خودکست محور نگه دارین. و اگرم که ممبرای جدید میان میدونی مثلا عکس کاظم منو نذارید وسط، این یه شعوری داره. ایمانی که اینجا نشسته یه جلسه کاظم بود، ای کاظم میذارم و روسی منو فرهادو فقط از همون تعریف کنن تو اون گروه. آره دیگه زیاد حرفای چیز نزنید. آره اصلا نمیتونم چه شما با دمود خودتون در آره. ریلیشنشیپ شما من برای چی باید بدم؟ شما اومدیم اونجا که من تعریف کنم. آقا دمتون گرم، مرسی که تا اینجا اپیزود با ما بودید. ما
میریم و هفته دیگه با یه اپیزود دیگه که نمیدونیم تاپیک چیه برمیگردیم. فعلا خدافظ. 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 الان زندگی آزادی.